سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مستی یخت و چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسم، مثل همیشه اگه دوست دارین یه حالی بدم بدین، کمک کنید، حمایت کنید، برین توی سابسکرپشن اینستاگرام، اونجا عضوشید ماهانه، اونجا $5 چقدر با بچه‌ها یه گروپ چت داریم، موزیکا رو جلو به بچه‌ها میدم و حتی پادکست هم باهاشون ضبط می‌کنم هر از گاهی. من الان توی تور هستم، اتفاقا الان امروز رسیدم ادینبرا، اینجا هم تئاتر دارم هم موزیک میزنم. 18 آگست توی اکتبر دارم میام آلمان، 11 اکتبر برلین، 29 هامبورگ، شهرهای کلن و فرانکفورت و مونیخ هم فکر کنم کانفرم شد تا یه هفته دیگه اگه همه چیز خوب پیش بره، آدم ها دهن منو صاف نکنن. بعدش هم دیگه کلی برنامه های دیگه هستش که الان یادم نمیاد، ولی خیلی خوشحالم امروز با این مهمون عزیزم قرار صحبت کنم، نازنین از رادیو کوچ، که آدم کریتیوی هستش. حالا بک‌گراندش خودش بیشتر میتونه توضیح بده از کجا شروع کرده به کجا رسیده. من اصلا نمیدونم نازنین کجای دنیاست و یادم نمیاد چجوری اصلا با هم وصل شدیم، ولی خیلی برام جالب بود. رفتم یه سری ویدیوهاشو دیدم و کلا دنیایی که توش هستش و خیلی خوشحال شدم که خواست بده امروز با هم حرف بزنه. نازنین دمت گرم و مرسی که صبور بودی. اولش ما کلی مشکل تکنیکال داشتیم تو این زب بشه. دمت گرم که اومدی. خواهش میکنم، ممنون از این که گفتی من بیام یه مهمونه قسمت پادکستت باشم. یادتم نیستش ما 6 ماه پیش وصل شدیم وقتی که کنسرت داشتی تو آمستردام و خب من الان ساکن آمستردام هستم. من استوری کرده بودم تو کنسرتت که بهم ریپلای زدی بیا یه قسمت پادکست داشته باشیم. راست میگی، الان داره یادم میاد. آره و تایم روز نشده بوده اما بالاخره. آره یعنی کنسرت هم بودی یا نبودی؟ آره بودم کنسرتت، فیلم گذاشته بودم. باشد ببخشید بگم من مقصدم، ببین اصلا یکی از زشت‌ترین چیزایی که خجالت میکشم از خودم اینه که انقدر آدم میت میکنم و انقدر سفر میرم هر شب و چند صد نفر میت میکنم و فلان و خیلی وقت اصلا مقصدم یهو اصلا هنگ میکنه، یادم نمیاد. فکر میکنم یه مکانیزم دفاعیه کلن که اصلا فرمت میکنم مقصدم و که همه بدبختی هم یادم نباشه. یه ذره از بک‌گراند خود برام بگو که اصلا چجوری چی شد که از معماری به رادیو کوچ میخوام بدم این مسیر اصلا چجوری برای تو پیش گرفت. آره من خب ایران بودم، این فاز ریاضی دوست داری و وقتی هنر دوست داری و بری معماری پس بخونی، اینجوری شد که وارد معماری شدم. اما خب یه سال بعدش که وارد دانشگاه شدم مهاجرت کردیم به کانادا و خب اونجا معماری رو ادامه دادم. اما وقتی که کانادا زندگی کردم احساس کردم که چقدر جو این کانادا زیاده و همه دارن هی خوبیاشو میگن و حالا باز الان جدیدن مثلا یه 6 ماه یه ساله یه چند تا پیج میان یکم از بدیاش هم حرف میزنن، اما اینجوری بودم جای دو لازم نیست بریم. ببخشید بدون بین حرفت، من اینجا فوش کمش میدم به کانادا ولی ادامه بده. آره بعد اینجوری بودن که با چرا کس نمیاد از مشکلات کانادا حرف بزنه، چرا نمیاد بگه که آقا این همه ایرانی مثلا من دارم میبینم موضوع خوبی توی کانادا ندارن، مثلا توی 50 سالگی کشیر توی سوپرمارکته که صبح تا شب روی پاش و وایس یه صندلی اجازه ندارن داشته باشن و تهش مثلا یکی چی هم براش نمیمونه، یه سفر نمیتونن برن، با کلی امید آرزو اومدن خلاصه. و اینکه دیدم خب کلی کانال هستش که میاد با آدمای موفق حرف میزنه، کسی آدمای عادی رو در نظر نمیگیره باشون حرف بزنه و اینجوری بودش که گفتم که خب رادیو کوچ رو شروع کنم و رادیو کوچ از پادکست شروع شد و پادکست قسمتش کمرنگ شد. خیلیه که میشناختم آدم معمولی بودن حاضر نشدن بیان مصاحبه کنن چون تو جامعه ایرانی بده که بیان بگن وای مشکل داریم واقعا یا از ضعف ها حرف بزنن. و اما خب سعی کردم از کانادا رو حداقل مقایسه کنم با بقیه کشورها برای کسی که میخواد مهاجرت کنه یکمی دید بازتری داشته باشه. ببین چند تا نکته خیلی مهمی اشاره کردی. یکی این که خجالت این که ما در مورد مشکلاتمون حرف بزنیم، که من این تابو رو تو این پادکست خیلی سعی کردم بهش کنم، نمیدونم چقدر مسیح و راستی و گوش دادی، ولی همیشه سعیم این بوده که
بیام در مورد حالت خیلی آسیب پذیری در مورد مشکلات خودم، مشکلات دیگران با هم بیام به اشتراک بذاریم صحبت کنیم. یه قوتی هست برخلاف این افکار احمقانه تو جامعه دنیای امروزی که بخصوص تو یه سری مردایی که همش تو فاز آلفا منتالیتی و اندروتی تو این انو گوه بازیایی که مرد اینه زن جایگاهش اونه فلان اینا، یعنی اصلا انقدر هرس هم درمیاد از این آدمایی که با این دیدای بسته ای که اون خلاص بحث جدای فلسفی‌تر و عمیق‌تریه، ولی این بحث آسیب پذیری که آدم بتونه در مشکل شب بزنه، من تقریبا یه سری اپیزود داشتم که میخوام حالا دوباره شروع کنم اما به اسم A Better Life، نه اون رو چاخ گوش دیده با یه سری بچهای مهاجر که زمینی و با سخت و با هر قیمتی که شده بود داشتن سعی میکردن برای یه زندگی بهتری به خارج از ایران مهاجرت کنن و خیلی داستانشون وحشتناک و عجیب غریب و ترسناک بوده و منم یه همچین حس اتفاقا من خیلی نزدیک بود یه تیوی شو در مورد همین موضوع توی نتفلیکس درست کنم و انقدر نزدیک اومدم که اوکی بشه، ولی خب به خاطر یه مسائلی نشد. حالا بعدا به توضیح میدم چی بود و چه جوری اتفاقا شاید مرتبطی با هم همکاری کنیم تو همچین پروژه چون هنوز اونا اینترستدن و الان مثلا میخوام اینو بدونم که مثلا آدمایی که سعی میکنی پیدا کنی باهاشون حرف بزنی چه جور همین آدمای معمولی، چون خیلی به نظرم این نکته دقیقاً دومی که می‌خواستم بگم همین این بود که خیلی مهمه، چون همیشه آدمای پولدار و موفق یا اینجا می‌خوای یه خونه بسازی انقدر در بیاری و فلان و هفت تا رستوران بزنی و صد تا چیز، و بیشتر مردمی که من می‌شناسم واقعیتش اینه که دارن هشتشون گره نوعشون می‌نویسن. ما خودم من ماه به ماه زندگی می‌کنم با اینکه هم فکر کنم هاکینگرام خیلی معروفه و فلان، من واقعا هر ماه با کون خودم پاره کنم که بتونم به خانواده‌ام کمک کنم و این یه موضوعی که خیلی از آدما متوجه نمیشم. برای من خیلی بچه میپرسن من میخوام مهاجرت کنم از ایران برم، میگم خب برای چی میخوای از ایران بری؟ میفهمم یه سری دردای وحشتناک اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و سیاسی اینو که اونا رو اصلا بذاریم به کنار، ولی از لحاظ اقتصادی تو چی داری که آفر کنی و چجوری میتونی پای خود وایسی؟ اصلا به این چیزاش فکر کرد؟ یعنی اگر حاضری به قیمت اینکه تو آزادی خودت داشته باشی و توی بقالی کار کنی و خوشحالی، خب بکن، این تصمیم بگیر. اگر توانایت اونقدر هستش که بتونی حتی اگه مدرک دکتراتو قبول نکردن و بری از اول صفر به خودت یه چیزی یاد بدی، ترینینگ کنی آنلاین، دمت گرم، برو. ولی بیشتر آدما کنگوشادن، بیشتر آدما میدونی یعنی سختشونه که بتونن این همتو بکنن بدون هیچ پشتوانه مالی بتونن بیان اینجا پای خودشون وایستن. ولی حالا گفتم اینا رو با دمیون بذارم ببینم نظر تو چیه کلا. کنگوشادی رو حالا من خیلی موافقه یه جایی هست کنگوشادیه، اما یه جایی هست چون تصویر دیگه ای برای اون برای ایرانی ها از کانادا شکل گرفته. من چون مثلا مادرم دندون پزشک بود و تو سن 50 سالگی اینجوری بودش که خب من میشینم درس بخونم اما نمیتونم اون آزمون رو از پسش بر بیام. یا مادر پدر دوستم جفتشون متخصص بودن، پدرش اومد حتی رفتش کار نجاری یاد گرفتش که بتونه، چون پزشکی که اصلا یه پروسه سخت‌تری داره، کار نجاری یاد گرفتش، یه مدت نمیدونم حتی اوبر میخواستش شروع کنه متخصص، اما دید نه نمیشه که کاری خب برمیگرده ایران. یعنی میدونی نمیان از این سختی‌های مسیر بگن، یعنی هر چقدر هم حالا بخوای واقعا کنگوشاد نباشی، تنبلی نباشی، یه سنی به بعد حالا شر نشه. یکی اینه، یکی این که تنهایی رو مثلا حرف نمیزنن. انقدر که مثلا تورنتو گرونه، من دوستی داشتم کالج رفتش، مشغول به کار شده بودش، اما تنها بود و اون تنهایی این ضعف نیست، این تنبلیه نیستش، اما میدید نمیصرفه براش حالا کانادا موندنه تا ایران موندنه. من یه قسمت داشتم با یکی از بچه‌ها که برمیگرده ایران و انقدر زیرش فوش و بد و بیران نوشتن که این عقل درست حسابی داشت و فلان و اینا، سر همین اصلا انگار که ضعف کسی بخواد مثلا تصمیمش رو مسیرش رو کمی از چیزی که طراحی شده تغییر بده. مثلا به من میگفتن که نرو، من کانادا خوب اومدم اروپا، همه اینجوری که نه بری پشیمون میشی، همه جا همینه و اینا. نه من اومدم واقعا راضیم از زندگی تو اروپا، یعنی زندگی تو اروپا اینجوری نیستش که وای بدبختن و این همه مالیات میدن هیچ کاری نمیتونن بکنن. نه زندگی من توی کانادا مثل بدبختا بودش که 10 روز در سال مرخصی داشتم، نمیتونستم، نه انقدر پول در میآوردم که بتونم مستقل شم از خانواده،
نه اونقدر پولش کم بودش که نتونم سفر برم، اما مرخصی نداشتم. خب چه کاری، من بخوام یه بردگی کنم همش به فکر مثلا یه آخر هفته باشم، بخوام 2 روز فان داشته باشم. ببین آره دیگه، یه بحثیه که من همش باش کلنجار دارم دیگه. آدم از این طرف خب دنبال امنیت مالی و اقتصادی و روحی روانیه و فلسفه خب غربی یا حتی کاپیتالیستی، حالا هر چی، اینه که آقا تو زحمت بکشی کار کنی برای خودت، یه چیزی بگیری بسازی و یه مورگیج تا قبر بگیری و چند سال آخر عمر تو دیگه خوش باشی. این برای من به شخصه خیلی جذابی نیست، ولی بدبختیش به جاش اینه که خب چون جای خودتو نداری، صاحب خونه خود نیستی، خب خیلی مشکلایی به وجود میاد. و همونجوری که اشاره کردی، اصلا تو کانادا الان خونه خریدن اینقدر سخت شده، اجاره اینقدر گرونه و آدمی که الان جوونه داره میاد توی مارکت، داره میاد کار میکنه، بدون پشتوانه خانواده و اینا اصلا نمیتونه دووم بیاره. بر همین مثلا میگم، اگر تو آدمی هستی که میتونی جوونی، انرژی داری، انگیزه شو داری، حاضری که 5 تا 10 تا کار مختلف بکنی، آره دمت گرم، بیا حالشم بر مثل سگم زحمت بکش و نتیجه زحمتت هم ببین. ولی من خودم مثل خیلی دیگه، ما آرزومونه که تو ایران بودیم، اگر آشغالا الان سر کار نبودن مگه مشکل داشتیم؟ ما کشور خودمون رو از همه جا که بیشتر دوست داشتیم، ولی همه آواره شدیم دیگه و خیلی هم هرس داره این موضوع. ولی مثلا نسبت به اروپا این درست می، مثلا تو اروپا هم به من چیز خیلی جالب دیگه، همین دیروز با دوستم اینجا داشتیم صحبت میکردیم، هم خرید گروشری تو اروپا ارزون تر، یعنی خیلی ارزون تر. کانادا خیلی گرونه چون بیشتر غذاهاش وارداتیه، وحشتناک یه تکس زیادی هم داره، اصلا خیلی آدم پول خرج فقط گروشری شاپینگ میکنه، اون اجاره اینو چی. الان مثلا توی حالا مثلا لندن باز گرونتر خیلی جاها، ولی مثلا منچستر بودم هفته پیش برای تعمیر، مثلا دوست من توی منچستر 2 خوابه داره برای مثلا 650 پوند که مثلا میشه 1000 و مثلا 100 دلار کانادایی، چه میدونم که برای جای مثلا باحال، خونه خود یه اتاق خواب اضافی هم داره که مهمون بتونه بیاد، مثلا درآمدش ماهی مثلا 2500 پوند بود، ولی آخر ماه هم مثلا 200 400 پوند هم سیو میکرد از همه خرجاش. نمیخوام بگم یعنی با 2500 پوند، با 2000 پوند، 2000 یورو، 2500 یورو تو اروپا میتونی بگردونی زندگی خودتو. آره. حالا نه با حالت خیلی لوش لاکژریوس فلانا، ولی تو کانادا نمیتونی با همون قیمت. میدونی دقیقا خیلی همینه، سخت داره. یعنی فشار کاری که من داشتم. حالا جدا از این، مثلا همین پاسپورت گرفتنه، جا افتاده که کانادا سری پاسپورت میده، سری پاسپورت میده وقتی که قبلش طرف مثلا، یعنی با پیار وارد شه، با پیار هم میخواد وارد شه، قبلش کلی منتظر بوده که وارد شه. و یعنی مثلا هر کیو میبینم اطرافیانم معمولا رو 7 ساله که تو اروپا مثلا هلند، لوکسامبورگ اینا 5 ساله پاسپورت میتونن بگیرن. یعنی خیلی این برای من مثلا، این که مثلا من قور میزنم سیستم مترو تورنتو واقعا بد بوده، و مثلا با کشورهای مثلا خوب مقایسه کنی اصلا نقششو، مثلا اینجوری که چقدر آخه خسته است. یعنی من تازه موقعی که ما مهاجرت کردیم فقط یه یو بود با یه خط، و آره مثلا دیگه، اون اینجوری یانگ بود یانگ تهران، دقیقا تهران مثلا متروش بهتر بود، و همه اینجوری بودن که نده تو داری چرت میگی، اینجوری پاشو بیای مثلا هر روز سر کار برو. مثلا زمستون برف میومد مترو کنسل میشد، تا شرکت بعد مثلا پیاده میرفتم، اصلا بساتی بودش. خلاص مشکل این بودش کسی نمیاد از بدیاشم بگه. کانادا کشور خوبیه، اما آقا بیا انقدر سفید نشونش نده. میدونی، من فکر میکنم که یه کار خوبی که متاسفانه خب برای خیلی بچه جوان ایرانی امکانش نیست، ولی مثلا دیدم توی استرالیا یا حتی انگلیس، خیلی از کشور اروپایی بچه ها که از های سکول گراجویت میشن یه سال آف میگیرن قبل از اینکه بخوان برن دانشگاه، که بتونن یه سفر کنن، برن دور دنیا رو ببینن، میدونی، با خیلی حالت ستودنت هاستل ارزون طوری که یه ذره فرهنگ مختلف دستشون بیاد، چون آدم بیشتر جوز که مثلا به شعور و فهمش میتونه اضافه شه، ارتباط برقرار کردن با آدما و فرهنگ های مختلفه و اون درک و شعور اجتماعی آدم هرچی میره بالاتر، بعد متوجه شه او مثلا من اصلا دوست دارم موو کنم ایتالیا، من دوست دارم موو کنم نمیدونم تایلند، من دوست دارم برم فیلیپین، یا برم الان مثلا، چون خیلی جاهای امکاناتی هستش که به تو حتی پول میدن که بری موو کنی اونجا، ولی
یه بحث دیگه که قبلش کردی که خیلی هم به نظرم مهمه و به نظر بذارید در موردش بیشتر هم حرف بزنیم، بحث تنهاییه. چون خیلی هم مسیج زن رام میدونی من فلان گوشه آمریکا یا کانادا یا اروپا افتادم و دارم از تنهایی میمیرم. و خب ما ایرانی هم خیلی موجودای اجتماعی بیش از حد، فامیل و مهمونی و دور و همی و سیزده به در و پارک و کوه و فلان، یعنی همش دوست داریم با هم دیگه باشیم صبح تا شب. و خب برای بچه‌هایی که میان اینجا و یه جای میافتن خیلی با حالت انزوا توری آیسولیتد میشن و جدا میشن از جامعه و دوست و رفیقاشون و سخت ارتباط برقرار میکنن، میرن توی چاله‌ای که خب بعداً ازش بیرون اومدن سخت‌تر میشه. من دیدم خیلی دوستای خودم که بچه بودیم مثلا ایران بودیم و تای پارتی کن و فان و باحال و فان، مثلا رفتش چند سال توی ده توی یه جایی توی آلمان نمیدونم کجا درس خون و اصلا دیگه الان اون آدم نیست دیگه، میدونی چون محیط رو آدم تأثیر میذاره. دقیقاً همینطوره. ولی یا سوالم چی بود؟ بگو. تنهایی رو من انتظار یکم حرف بزنم. مثلا من یه سوال پرسیده بودم که بیشتر چیزی که بعد مهاجرت اذیتتون میکنه چیه؟ 80% جواب همین تنهایی بوده. اون چیزیه که مثلا تورنتو خوبه وقتی که مثلا گروه دوستاتو داری. با بچه‌هایی که حرف میزنم گروه دوستاشون رو ندارن، چون احساس میکنم که نمیدونم چی جوریه فاز تورنتو. من الان لوکسامبورگ زندگی کردم، والنسیا بودم، آمستردام بودم، تورنتو بچه ها گروه دوستیشون رو دارن، اصلا نمیشه واردش بشی، خیلی سخت رات میدن و اگه نتونی اون گروه دوستیه رو داشته باشی واقعا تنهایی. مثلا دو سال اول مهاجرت من خانواده برگشتن کاری ندارن کانادا، من و خواهرم مونده بودیم و واقعا تنها بودیم. مثلا در این حد که آقا بیا فقط خونه ما مثلا دوره هم ما بهت قضا میدیم، مثلا حتی که دیدیم شاخت خارجی دستشو گرفتیم جبه یلدانی با دعوتشون کردیم برشون قضا پختیم که تنها نباشیم. یعنی نمیدونم این فاز تورنتو چجوریه که گروه ها با هم دیگه مچ نمیشن اگه یعنی خوششانس نباشی. این فقط به ایرانیاش هم چیز نیست، مختصر نیستش این. یعنی ببین مثلا من احساس میکنم برای من آمریکا رو بیشتر دوست دارم. این آمریکا یه چیزایش بدتر از کانادا و اروپا به خصوص از لحاظ سوشال سیفتی نت و ایناش و از لحاظ اینکه مثلا ویلفیر و هلث کیرش خب بدتره طبیعتاً. ولی آمریکا توی اونجا خیلی امکان بیشتر هستش که بتونی با آدما و رفیقا و اکیپای مختلفی دوستی کنی و هنگ اوت کنی. توی کانادا چون کشور چند 1875 چی مثلا 100 خورده این سالی که تاسیس شد سالگیشو تازه گرفته شده. آره و این کشور بیشترش هم چی هم مهاجرایی هن که طبقه میانه به بالا هن بیشتر آدمایی که اومدن. آره. چون اونقدر پول بلیط داشته یا پول دانشگاه یا پول پیش مثلا یه خونه چیزی یا آپارتمانی داشته که اومده بیشتر حالتاً نسلی ذره بالاتر ها. و نه فقط تو ایرانیا، تو هندیا، تو روسیا، تو چینیا به خصوص، تو خیلی از این آدما که اومدن و خونه ها هم خریدن و اونم خوشی بعضی که چقدر خونه خالی و آپارتمان خالیه توی ونکوور و توی تورنتو که جوری قیمت میره بالا دوباره. و اتفاقی که من دیدم خیلی میفته توی کانادا نسبت به جاهای دیگه اینه که آدما توی اکیپ و گروه ها و فرهنگ و پاکت خودشون، یعنی تو میتونی توی تورنتو زندگی کنی کل عمرت بدون اینکه یک کلمه زبان انگلیسی حرف بزنی. دقیقا. و این خیلی خیلی احمقانه، خیلی هم چیز بدیه، چون آدم اگر نرقاتی آدم های مخالف بشه اصلا برای چی بینید اصلا پوینت مهاجرت چیه. و من هم خواهدم برای همین دوست دارم با آدم های معاشرت بکنم که آدم هایی که محدود نیستن فقط به ایرانی بودنشون یا به این بودن یا اون بودنش، آدم های بازی. حالا رفیق ایرانی هم داریم، من که عاشق ایرانی هم. واقعا همیشه لذت میبرم با ایرانی هم. و کلن ایک دوست همین الان با 9 نفر دیگه الان اینجا هم اتاقی که مثلا یه دونه از گیاهشون فقط نصف ایرانیه، بقیه همه یکی استرالیایی، یکیشون کاریبیانه، یکیشون انگلیس، یکیشون اسکاتلندیه و همش با هم صبحش داریم میگردیم و میگیم و میخندیم. و اون خیلی نکته مهمی که توی کانادا من اینو حتی حس میکردم که حتی اگه میخوای بری با بچه باحالا یا تو سین، مثلا تو ایران تو میرفتی بالاخره یه جای سر پارک قورباغه میری اسکیت بورد پیدا میکردی. حالا من زمان من الان نمیدونم کی به چی به چی و الان با جوونا چیکار میکنن. میرفتی موزه گردی آخر هفته اگه اهل هنر بودی، میرفتی کریم خان کافه بازی، نمیدونم میرفتی انقلاب فلان، میگه میرفتی تو فرشته یا فلان اگه بچه سوسول پولدار بودی.
بالاخره یکی هم نوع خودتو پیدا میکردی که بتونی باهاش معاشرت بکنی، ولی توی کانادا خیلی سخت تره که آدم بریک ثرو کنه توی اون اجتماع ها. انقدر زیاد هستن هر گروهی که من میگفتم که عکس تولد بچه های حالا پاس ونکوور به نظر من باز دیدم بچه ها اینتگریت میشن، تورنتو اصلا انگار این کامیونیتی ایرانی واقعا نمیشه یهو دوست غیر ایرانی پیدا کردش، انقدر که تو خوب وقتت پر میشه و اینا. یعنی مثلا من با یکی از دوستام که هم ونکوور زندگی کرده بودش هم تورنتو، فکر کنم مونتریال هم زندگی کرده، میگفت نمیدونم تورنتو چیه قضیهش که همه یهو میشن ایرانی دوستا. و بخصوص اگه آپتاون باشی، اگه آپتاون تورنتو باشی که تمومه. باز بچه‌ای که میدتاون یا داونتاون هن اونا یه ذره کولترن چون میگردن توی داستانن، تو دل قضیهن. مونتریال خیلی شهر باحال و فانیه، ولی مثلا خب اون سرما و اون یخش رو من اصلا نمیتونم تحمل کنم. الان که زبان فرانسوی داره اذیت میکنه. آره. ونکوور هم طبیعتش زیباست. آره اونجا تا راست میگی، بچه ایرانی ونکوور باز بیشتر بخصوص جوانترها و نسل جدیدترها خیلی آره. بیشتر دارن معاشرت مینگل میکنن با غیر ایرانی ها اینا. ونکوور خب برای من خیلی شهر سلویه، خیلی حوصله‌ام سر میره چون من اکشن بالا تو زندگیم لازم دارم، ولی اگه اهل طبیعت هستی و اینا آره. جای خیلی کول و ریلکسیه. ولی من نمیدونم، من برای من چوشا به خاطر اینکه ما تو تهران بزرگ شدیم و من نیویورک و ال ای و اینا و لندن زندگی کردم، میدونی اون هیجان شهر رو خیلی دوست دارم، اون شلوغی رو دوست دارم. من خودم چون تنهایی رو خیلی بدم میاد ازش، نمیتونم اینجوری باشم تنها سرسون نشم، مگر اینکه میگم همیشه تو پادکست گفتم یه روز بالاخره میخوام یه فارم بزنم، ولی حتی اون فارمی که میخوام بزنم من و جیسون و رفیقامون قرار همه با هم زندگی کنیم اونجا. اونجا قرار نیست تنها باشیم، قرار همه با بهترین دوستام همه قرار اونجا تاپال شیم. من لوکسامبورگ زندگی کردم تقریبا 2 سال، میگیم 1 سال و نیم اینا، و اونجا واقعا حس روستا و نایت لایف نداشتن و هیچی نداشتن رو حسی کردم. اما برام جالب بودش که منی که مثلا تورنتو هر قر میزدم که خب واقعا نسبت به تهران اصلا نایت لایف نداره، حال باز چند سال اخیر بهتر شده و اینا، اما مثلا تونستم با لوکسامبورگ کنار بیام و احساس کردم که چقدر آدم میتونه مثلا انعطاف پذیری زیاد میشه بدون اینکه خودش بدونه. مثلا اولش اینجوری بودم بابا این چیه، چقدر روستای چه وضعشه و اینا، و مثلا بعضی موقع الان اینجوری که نه دلم تنگ میشه. واقعا خوب بود همین که گروه دوستی تو بعضی موقع پیدا میکنی، جوری که آدماتو میبینی. حالا درسته شاید هر دفعه بری یه کافه بشینی، چون 10 تا کافه بیشتر نیستش تو سنترش، اما کافیه برات. میتونم ازت بپرسم الان سورس درآمده چیه؟ الان کار میکنم به عنوان کانتنت منیجر و عکاس. و مثلا رادیو کوچینو از توی اونم پولی در میاری یا نه فقط بیشتر الان اون پول در میآوردم؟ پول در میآوردم اما دیگه همین سر انقلاب مهسا و اینا فعالیتو گذاشتم کنار و الان پول در نمیارم از اون. توی خب ولی اونو ادامه بده به نظرم، چون خیلی کار باحالی ها. یه رادیو کوچو چیزش نکن، یعنی ببین من آره چیزی که خیلی بهش هستش اینجا، من چیزی که خیلی بهش اعتقاد دارم اینه که همه انسان های داستانی برای گفتن دارن، میدونی، و با مهاجرا به خصوص وقتی که هم صحبت میکنی همشون میدونی به یه دلیلی پا شدن اومدن دیگه، برای اینکه به آرزو و آرماناشون برسن، بچه هاشون تحصیلات بهتری بکنه، به نمیدونم میدونی به آزادی فکری و روحی روانی برسن. برای همین همیشه پشتش همیشه چون به نظرم بیشتر آدمای دنیا کسی توی جایگاه خودش خود ترجیح میده توی فرهنگ توش بزرگ شده بتونه فعالیت کنه و کار کنه. البته میگم برای من یه بحث کنجکاوی هم هست، مثلا سال دیگه میرم استرالیا و خیلی کنجکاوم، مثلا ببینم مثلا وایب اونجا چیه، فاز اونجا چیه، خوشم میاد نمیاد. من انقدر آدم دیوونه هم هستم که مثلا یهو برم یه جا بگم آقا من دیگه عاشق اینجا، من همینجا میخوام بمونم. این آزادیو ولی خب به خاطر اینکه یه مجردم هستم و پارتنر ندارم خب خیلی راحت تره. خیلی تصمیمایی که میگیرن به خاطر اینکه خب پارتنر دارن، زن و بچه دارن، خیلی سخت‌تر میشه تصمیم گیری توی این بحث. میخوام بگم که برای تو بچه که با تماس میگیرن معمولا بیشترین
مسائل یا سوالات یا کنجکاوی ها سر چه جور مسائلی ها؟ کنجکاوی منظورت چیه؟ مثلا میگم میخوام بیام مهاجرت کنیم، مثلا میگم فلان کشور چیش خوبه چیش بده اونجا بیشتر از موقعی و اینجوری کجا برای ما خوبه ما اینو میخونیم. من اینجوری که یا مثلا من بیام اروپا یا برم کانادا، من اینجوری که بابا من واقعا اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام برای یه نفر دیگه تصمیم بگیرم. و چیزی که حالا برای من مثلا کانادا، گفتی هر کسی با یه دلیلی پا میشه مملکت خودش میره و اینا، اون زمانی که ما رفتیم کانادا واقعا دلیلی نداشتیم و فکر میکنم علتی که شاید تو ذوقمم خوردش، من خیلی سفر قبلش رفته بودیم، یعنی اروپا رو دیده بودم، استرالیا رو دیده بودم، آفریقا رو، همه جا رو دیده بودیم و آمریکا رو رفته بودیم و تهش فکر کردم که خب الان که قراره کانادا مهاجرت کنیم قراره بهترین جا باشه بین اونا و هی میومدم مقایسه میکردم و مثلا دیدم که بچه‌هایی که خیلی ها از ایران مستقیم اومدن کانادا و خب اونا اون ضعفایی که شاید من میبینم یا اون قرای جهان اولی که میزنم واقعا برشون بزرگ نباشه و به نظرم همین حرفی که زدی، بچه ها میرن بعد های سکولشون یه سال میگردن، خیلی خوبه فقط آدم ببینه بشنوه بدونه که اون دنیایی که دور خودش ساخته، اون آدمایی که خب تو هر فاز تو ایران به خاطر مدرسه فیلتر میشی، تو دانشگاهی که میری فیلتر میشی، همه جوره فیلتر شدی، اصلا تو جامعه‌ای که بزرگ شدی فقط تقریبا حالا با یه مایندست کما بیش بزرگ شدی، وقتی میری میگردی میبینی که چقدر دنیا بزرگتر از چیزیه که تو فکر میکردی، چقدر میشه متفاوت تر از چیزی که تو فکر میکنی فکر کردش. و برای من شاید بزرگترین چیز مهاجرت همین بودش که فهمیدم که من همه چی رو اصلا دوباره از اول خراب کردم، ساختم نسبت به همه مسائل، نسبت به مسائل مذهبی، نسبت به مسائل گرایش جنسی، نسبت به هر چیزی اصلا کلن تونستم خراب کنم و بسازم و بزرگترین اچیومنت هم برای نظر من برای مهاجراتم همین بوده. و وقتی که یکی ازم میپرسه کجا برای من بهتره، اینجوری هم که ببین تو زندگی دنبال چی هستی. این واقعا به نظرم نشونه رشده توی تو، اصلا کلن آدم بتونه که اون افکار یا ساختارهای دوگمی که باهاش بزرگ شده رو بشکنه و از اول بسازه، این واقعا نشونه رشده و چیزی که همچنان آدم باید ادامه بده تا آخر عمرش. دقیقا. بگم این مواجه شدن با آدم های مختلف و این ما یه چیزی که خیلی کم پیش میدینی که واقعا درک کنیم داستان زندگی آدم دیگه رو. ببین شنیدنش همه میشتم این قابل چه داستانی فرم، ولی درک کردن سختی های یه سری آدم ها به این معنی نیستش که مثلا با پایین بالا پایین دل سوزی بگیم آخه، نه بیشتر برای شعور و درک خود آدم. بگیم try walking in my shoes، سعی کن توی کفشای من را برو. خیلی به نظرم خوبه که آدم این با خودش این تست رو بکنیم، بازی کنیم آدم. من خودم یعنی خیلی وقتا مدام خیلی آدم تو مترو نشستم یا هر چی آدما رو نگاه می‌کنم، سعی می‌کنم حدس بزنم هر کی چی کاره است، روز خوشش چی کار می‌کنه، اون به چه انگیزه هر روز پا میشه، الان داره به کجا داره میره، الان تو پول تو جیبش چقدر پول داره، اصلا الان دغدغه زندگیش چیه، آخرین باری که سکس داشت کی بود، آخرین باری که جغ زد کی بود، آخرین ببینید یعنی کلا مغزم میره یه جاهایی توی این داستان، چون برم آدم کنجکاویم و دوست دارم درک کنم که آدمای دیگه دارن چه حسی میکنن. میداشتم یه جمله شنیدم که من یه داستانی میخوندم که و توش نوشته بود که یه خواب دیدم از مادرم که هیچ وقت بچه نداشت و خوشحال ترینی بود که تا حالا دیدمش. و میداشتم به این موضوع فکر میکنم، خیلی جالب بود که میدونی بعضی وقتا من احساس میکنم، حالا بعضی وقتا به خاطر بگم فرهنگه، به خاطر مذهبه، به خاطر دیکتاتوری مادر پدره، به خاطر بچه است، به خاطر هر چیزی، بعضی وقتا ما از اون ایدئالی که ما دوست داریم تو زندگیم دنبالش بریم مسیرمون عوض میشه و دور میشه و نمیتونیم به اون چیزی که خود و واقعیمون میخواد برسه به سمتش بریم.
میخوام بدونم که این الان حس و حال خود در مورد زندگی خود وقتی به آینده خود فکر میکنی و به گذشته تو چجوری میبینی؟ مثلا برای خود بخوام بدونم که مثلا بهش فکر میکنی مثلا 5 سال دیگه ایدئال چیه؟ دوست داری خونه داشته باشی؟ دوست داری همسر داشته باشی؟ دوست داری کدوم کشور باشی یا نه همچنان درت بازه و مثلا نمیدونم چند سالته و همچنان میخوای سفر کنی بری جای مختلف و تجربه کنی؟ اند گیمی هست یعنی به قول معروف یعنی هدف نهایی هستش یا نه؟ من احساس کنم که خیلی دوست داشتم همیشه برنامه ریزی کنم با اون مایندست ایران، مثلا بری کنکور بدی دانشگاه قبول شی. بعد کانادا باعث شد من عقب بمونم و مثلا میدیدم دوستام فارغ التحصیل شدن، من هنوز فارغ التحصیل نشدم. بعد دوباره مهاجرتم به لوکزامبورگ، فهمیدم که خب همکلاسی های من راحت، من 30 سالمه، مثلا 24 سالشون 25 سالشون، من پس دوباره عقب میدم، هیچ چیزی دیدم. خیلی وقتا احساس کنم که دیگه یعنی پلان نمی کنم، برنامه نمی ریزم. اینجوری هم که واقعا زندگی احساس میکنم که با برنامه ریزی که من میخوام همیشه پیش نمیره. مثلا من میخواستم به اروپا، من 2020 مهاجرت کردم، قرار بود 2018 مهاجرت کنم و همه کارام شده بود، اما اون زمان من یه آدمی وارد زندگیم شد که تصمیم گرفتم که مهاجرتم رو به خاطرش عقب بندازم. و خب اینجوری هم که پس باید همیشه فلکسیبل بود. الان جایگاه خوبی نیستم راستش اصلا توی زندگی که بگم وای من به همه چی رسیدم و اینا، نه اتفاقا الان فکر کنم یکی از داغون‌ترین وضعیت زندگیم هستم که کارم رو الان من فقط پارت تایم کار میکنم، کلن الان اوضاع خوبی نیستش برام. اما اینجوری که خب اینم میگذره دیگه، یعنی بعضی موقعا اینجوریام که کاش یه 6 ماه زودتر بگذره حداقل ببینم من کجا قرار برسم، چون میدونم من اگه بخوام پلان بریزم انقدر چیزای جانبی روش تاثیر داره و اون برنامه انقدر فلکسیبیلیتی داشته باشه که منو یهو خورد نکنه. باید موافقم، چون اون توقع وقتی برنامه چی برای خود توقع ایجاد میکنه و توقع رو وقتی بهش نمیرسی تو ذهنت خود رو سرزنش میکنی و میگی من ریدم و فلان و اینا و یه لوپ سپایرال داونورد خیلی منفی رو ایجاد میکنه تو روحیه آدم. من الان مثلا نمیدونم، خب انقدر چون چیزای دارک و وحشتناک تجربه کردم، الان مثلا چیزای خیلی خیلی راحتر عبور میکنم از سختی ها. یعنی اینجوری نیستم دیگه که مثل قدیما که خیلی حالت وحشتناک چیزی میگرفتم و اینا. الان خیلی روزا هست که ناراحت میشم و اعصابم خورد و نگران میشم، ولی میگم خب چیزی رو حل نمیکنه، باید پاشی گماز گماز کاراتو حل کنی بری جلو. ولی آره حرف خیلی جالبی بود که اینو میخوام بپرسم، یعنی اون تصمیم درست بود که به خاطر یه نفر مهاجرت و عقب انداخت یا پشیمون شدی آخرش یا نه؟ اگه من عقب نمینداختم تصمیمی که یعنی اون موقع هم اصلا سر همین عقب انداختم، میدونستم من یه عمر میگفتم که من اون فردی که میخواستم تو زندگیم رو پیدا کردم، اما گذاشتم رفتم، اما موندم امتحان کردم. لانگ دیستنس با هم حتی بودیم. لانگ دیستنس کار نمی کنه، هر که داره گوش میکنه لانگ دیستنس کار نمی کنه. دو سالشو که یعنی با هم بودیم، سال آخرش رو لانگ دیستنس بودیم، اما احساس کردم که نه خب این رابطه خوب پیش اون جوری که میخوایم پیش نمیره و همین تموم شد. من اگه بخوام من اگه پلانم عقب موند، من ولی اگه بخوام الان نه همین میخوام اگه من الان کس هر کی داره اینو گوش الان راضی آره الان من اینو میخوام هر کی داره گوش میکنه این کار رو نکنید، به خاطر کسی دیگه ای هیچ وقت به نظر من اون تصمیم بزرگتر زندگی خودتو این منور نکن. این نظر شخصی من رو. نمیگم کسی این کار رو بکنه، نکن. به قول نازنین شاید اون با خودشون تجربه رو میکرد که بعدن پشیمون از چی آره، من بعد تجربه رو میکردم. ولی خب از رو تجربه من یا نازنین نگاه کنید، گوش کنید دیگه، میدونی یاد بگیرید یه سری چیزایی، ولی تو کت مردم نمیره دیگه. احساس میکنم که باید سرمون به سنگ بخوره خودمون. من برای همین نصیحت نمی کنم، چون میدونم بیشتر وقتا هیچ فایده ای نداره اصلا، یعنی کسی گوش نمیده. همش آدم مثلا رو میگه چرا میگه آخ فرق، من هر گویی بگم بخورم تو خود اون کارو آخرتو میکنی، یعنی خیلی فایده نداره.
برای همین میگم بعضی تجربه متاسفانه آدم‌ها با خودشون خیلی سخت بکشن تا یاد بگیرن درسشون رو. ولی الان یه سوالی که دیگه داشتم اینه که برام تو دنیای امروز دیتینگ خیلی سخت شده، یعنی آدم یه پارتنر ایزره دائمی تر پیدا کردن و با هم بودن. مثلا الان من یکی رو میبینم که میگه ما با هم 5 سال توی خونه زندگی میکنم، واو مثلا چقدر میدونی، مثلا برای من مثل یه یونیکورن میمونه. خیلی میگم دمتو گرم، چقدر خوب. و میخوام بدونم که تو تجربه دیتینگ لایف خودت مثلا بیشتر با ایرانی بودی و غیر ایرانی بودی، با آدم مختلف از اون لحاظ باز مثلا چیزی حس کردی که کم و زیاد میشه توی خودت با توی فرهنگ‌های مختلف، یا نه دوست داری اون تنهایی خودت داشته باشی، آزادی خودت تو هر ازگاهی مثلا فان داشته باشی و تمرکزت روی بیشتر خودت باشه؟ نه من تو رابطه لانگ یعنی جدی به رابطه جدی بعدی منتظر میشم. چی میشی نفهمیدم؟ از رابطه جدی به رابطه جدی بعدی موفان میکنم. و اینکه سفرم هم خیلی زیاده اینجوری هم. البته یه چیز جالبی خوندم که با دوستم دیشب حرف میزدم، اینجوری بودم که متن اینجوری بودش که کسانی که در کودکیشون مشکل داشتن سر تربیت و اینا، تو بزرگسالی از طرف ما پارتنرشون هی میخوان تغییر کنه و ازش خواهش میکنن، اما کسایی که یکم کودکی سالمتری بزرگ شدن توش یاد گرفتن که میذارن میرن اون طرف رو. من مثلا 3 سال از پارتنر قبلیم داشتم التماسش میکردم که آقا برای من وقت بذار، و انقدر صبر میکردم، میگم 3 سال طول کشیدش که دیدم خب نمیذاره دیگه، اینجا باید تمام بشه بره. یعنی مشکلم اینه که هی میخوام آدم ها هی امید دارن و چیز سالمی به نظرم نیستش. باید مرز رو دونه یه جایی، آدم ها هر کدوم باید بیان یک سری گذشت کنن، اما این که فقط یک طرفه میشه یا این که فقط هی باید برای بیسیک رابطه خواهش کنی چیزی درست نمیشه. وقت من سر اون ناراحتم، نه اینکه چرا پستپون کردم اروپا رفتنم، سر اینکه چرا حالا چیزی که سر ماه اول باش مشکل داشتم 3 سال طولش دادم. ببین خیلی جالب این حرفا که میزنی، چون به نظرم من دقیقا نقطه مقابل تو هم که من توی دیت اول تا آخری لحظه تخت مرگ کنار هم دیگه میبینم، میگم نه این کار نمیکنه. و همونجا چیزی که نمیتونم که پیش بینی کنم آینده رو، شاید واقعا کار کنه این رابطه، ولی همونجا توی تخیلات و تصورات خودم قطع میکنم، میگم نه اینجا ما با هم مشکل میخوریم سر نمیدونم خریدن ماشین قرمز رنگ فلان، یا بخوایم از این کوه بریم بالا یا پایین. و اون خیلی به نظر میاد تعادل خوبه که آدم بتونه حداقل یه ذره با کسی آشنا بشه و متوجه بشه که آقا با هم میخوریم نمیخوریم، و اگر نمیخوریم خب نمیخوریم، نمیشه زور کرد چیزیو. و اینی که این کاری که منم میکنم درست نیست که من فکر میکنم یه ذره اعتیاد پیدا کردم به اون حالت بیشتر عاشق بودن. آره اون هیجان، من عاشق اون هانیمون فیزم، یعنی اون حس و حاله که دو نفر نسخ همدیگن و بعد جور همدیگر رو میخوان، اون برای من جذاب ترین چیز. ولی خب طبیعیه توی رابطه تو نمیداد این میمیره، اصلا هیچ جوره نمیتونی تو اینو نگه داری. برای همین من انقدر پارتنر شاید عوض میکنم، نمیدونم، ولی خب برای من این کار میکنه حداقل فعلا، چون اجازه میده که تمرکز کنم روی کارم. و من واقعا دوست دارم دوباره شلوغ پلوغ باشم، جوی گفتم 1000 تا دوست موست و اینا تو زندگیم باشه، ولی دوست دارم تو خلوت خودم بشم، کتاب بخونم، سازم بزنم، نمیدونم موزیک گوش بدم، کار خودم بتونم برسم بکنم. و یه سری چیزا مثل پارتنر داشتن یا بچه داشتن یا یه سری مسئولیت های خیلی بزرگتری کاری داشتن، بعضی وقتا آدم رو دور میکنه از اینکه بتونه اون لذت های کوچیک شخصی خودش رو ببره توی زندگی. من چیزی که حالا گفتی مقایسه کنم، به نظر من چه ایرانی چه غیر ایرانی، جا افتاده که زن بیاد هی کامپرومایز گذشت کنه، هی از خواسته هاش بگذره، و وقتی که یه جا وای میسته اینجوریه که مثلا تو گذشت نکردی، تو این رابطه برات، یعنی اون بلیمه هنوز
رو زن هست و من هر اطرافیان رو میبینم زنه جا به جا میشه به خاطر مرده، اکثر برای پارنر مردشون معمولا حداقل برعکسش رو ندیدم، و وقتی هم که نمیشه هدف خودش میره حالت اون سرکوب و سرزنش رو که تو برات رابطه مهم نبوده داشته. خب این فکرم تحصیل یه ذره فرهنگ مرد سالاری تاریخی آره. بودی که جا افتاده خیلی وقته و میدونی من خودم میدونی فلسفه‌ام و جوری که پدرم مثلا منو بزرگ کرد، چون بابام میرفتیم همه جور آدم تو همه جور قبیله نمیدونم کوه و بیابون با همه آدما تو چادرهاشون میخوابیدیم، توی دهکده‌هاشون، توی این خونه کاگلیا، از اون جور آدم با همه‌شون هم همون جوری با هم برخورد میکرد که توی میدونی با سفیر فلانجا برخورد میکرد. یعنی یه انسانیت همه رو اول میدید، بعد مثلا حالا هر چی هست، هر زن مرد گرایشش چیه، پولش چقدر فلان. و این خب همیشه از بچگی رو من خیلی تاثیر گذاشت این موضوع، و من همه رو من انسان میبینم. اصلا برام مهم نیست که تو بعدش چی، اول انسانی بعد حالا هر چیز دیگه. و توی این پروسه باعث شده خب بتونم بیشتر درک کنم و کانکت کنم با آدم های مختلف. و توی این بحث این که چرا مردا اینجوری هم میشن، میدونید خیلی برام عجیبه دیگه. واقعا من احساس میکنم که حالا نمیدونم به خاطر چه دلایلیه، الان میگه من از اندرو تیت خیلی متنفرم، یعنی چندین بارم توی بازگم، چون داره کاملا یه فرهنگ خیلی کثیف مسکولن مرد سالاریه خیلی بدی رو داره این آدم هی ترویج میکنه توی جامعه، و خیلی هم طرف داره. خیلی هم پسرای ایرانی هم دیدم که عاشقش هم میمیرم براشو. آره ما میخوام مثل این باشیم، چون اصلا جوری که اینا زنا رو ابجکتیفای میکنن و به عنوان یه شی یا به عنوان یه دونه چیز شخصی خودشون میبینن. خب این بدایی که ما این همه سال جنگیدیم که دیالوگو ببریم سمت جلو و سمت برابری، بعد این آدما دارن دوباره میان عقب میندازن این بحثو. و خب آدم وقتی که فکر میکنه که جایگاه خودش رو به خودش اجازه میده که با یه آدم دیگه، با یه زن دیگه، یه برخورد بالا به پایین یه جوری بکنه که اون آدم به من متعلقه، خب اصلا تمام داینامیک اصلا متفاوت میشه. تمام داینامیک رابطه بر پایه قدرت ایجاد میشه که تو تخیلات خود بر اساس یک کسوشرای آدم دیوانه‌ای که شنیدی درست کردی، و بر اساس اون تو داری سعی میکنی تعیین کنی که تو این رابطه با همه چیز چجوری شکل بگیره و بره جلو. و این یه نمیدونم یه شعور یا درکی میخواد که آدم ها به هم برسن که با یه گفتمان، با یه کامیونیکیشن، با یه تعادلی به سمت رابطه بهتری برن. من الان برای همین بس من با همه بیش یعنی 99 تا سر اکسام و هنوزم رابطه کول و ریلکسی دارم، به این معنی نیست که دیگه الان با هم میخوابیم یا فلان، ولی من همیشه برام مهمترین چیز این آنستیه بوده که بتونم کامیونیکیت کنم، گوش کنم، جاهایی که اشتباه میکردم، جاهایی که برخورد غلطی میکردم یاد بگیرم، از برخوردم درک کنم. همیشه یه استثنا آدمی هست، هم دختر هم پسر، هر چیزی که میاد سوء استفاده بکنه از یه موقعیتی و خودشو ویکتیم کنه یا سعی کنه تو سرتو بزنه، یعنی دو طرفش هستش. ولی در کل نظر من اینه که بیشتر آدما دوست دارن تو صلح و صفا و راحتی کنار هم باشن. و اتفاقی که میفته که ما هر میدونید این تو تخیلات خودمون دیدی که معمولا تو رابطه ها اینجوری میشه که تو شروع میکنی آدمایی که شک میکنند خیلی مثلا با کسی تو رابطه انقدر فکر میکنن به این موضوع، هی میگن این دور چجوری، در حالی که دارن تو ذهن خودشون یه هیولایی میسازن از اون آدم که اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره. و هی بر اساس این تصویری که از اون آدم کشیدن، این روحی و مود خود آدم تأثیر میذاره و باعث میشه که تو هی تو اون رابطه برخورد با پارتنر بدتر و بدتر بشه. پارتنر تو پشماش ریخته میگه این چه داره من اینجوری برخورد میکنه، من که عاشقشم و دوستش دارم، ولی مثلا حالا امروز مثلا خیزر خسته بودم فقط. ولی اون تو ذهنش اون آدم بازم برمیگره حالا به هر دلیل، غرور، به قدرت، به انسیکیوریتی و عقده های بچگی و شخصی خودش که نمیتونه درک کنه که این چیزی که تو ذهن من شاید غلط باشه. دقیقه من معنی کلمه منیپولیتیو میخوندم که تو رابطه میخوام 10 تا مثلا تعریف داشتش، یکیش همینی که میگفتی بودش، دقیقا تو ذهن طرف
یک چیزی تعریف شد، یک چیزی هست انقدر از تو سوال میکنه تا به اون جوابی که میخواد برسه و حالا نمیرسه، برای همین مجبوره بیشتر سوال بکنه و خب اون باعث میشه تو رو آزار بده توی رابطه. و احساس کنم آره رابطه ها نباید انقدر پیچیده باشه، اما هست متاسفانه. حالا آره منم ولی احساس کنم سن آدم که ولی میره بالاتر یه ذره ریلکسر میشه، چون آدم آگاه به مورتالیتی خودش که قرار زودتر بمیره و اینا. یه ذره بگم اینو قبلا هم گفتم توی پادکست، میدونید که بیشترین جای کره زمین که مریضی جنسی وجود داره تو خونه سالمنداست. حالا خونه سالمندان دیگه یه مرحله دیگه است آخه. نه میدونم، نه دارم میخوام بگم میریم تو اون سنم دیگه اصلا همه تخم آره. شده همه دارن ترتیب آره هم دیگه رو میدارن. میخوام بگم که سنت که میره بالاتر یه ریلکسر هم میشی تو جوونی. بالاخره آدم اولین بار هممون این تجربه که اولین بار آدم قلبش میشکنه، اصلا فکر میکنید این درد رو کی میتونه درک کنه؟ من اصلا درد کهکشانی الهی ماورا طبیعی که اصلا هیچ انسان دیگه نمیتونه درک کنه، درک همه تجربه کردن، چیز عجیب غریب یونیکی نیست، ولی تو توی اون لحظه خودت فکر میکنی که وای من زندگیم نابود شد، تموم شد و هیچ اتفاق آدم بهتری پیدا نمیکنم، گیرم نمیاد یا فلان نمیشه و هر چیز زودتر بتونی آدم متوجه که نه بابا دنیا قرار نیست که تموم بشه، به زندگی میتونی بیشتر یعنی رنگ بدی و حال بدی. حالا این وسط بحث روابط شد، من یه روانشناس خوبم معرفی کنم، استر پرلو، نمیدونم میشناسی، پادکستاشو گوش دادی؟ آره با من اینجا خودم معرفی کردم، خیلی خوبه. آره اصلا بعد آخه سنو گفتی احساسی که اون خب میادش با یکمی که حالا کسایی که مچورتر هستن و اینا حرف میزنه، اما واقعا خوبه. یعنی من احساسی کنم که چقدر برای هر کسی هر قسمتش رو گوش بده یاد میده که چجوری حرف، یعنی من خودم شخصا یاد گرفتم چون احساس میکنم بلد نبودم، واقعا یکی از چیزهای دیگه بودش که یاد گرفتم چجوری ناراحتیم رو بیان کنم به جای اینکه بیام طرف مقابلم رو سرزنش کنم، بزنم تو سرش بگم تو بد بودی، بگم که این من رو ناراحت کرد، بیام از خودم حرف بزنم و احساسات خودم، چون چیزیه که احساس میکنم هیچ وقت بهم یاد داده نشده بودش که بخوام من ناراحتیم بگم. خیلی نکته مهمی اشاره کردی. آره این بیان کردن این اینجور موضوعات واقعا به نظرم نیاز اولیه است برای رابطه سالم، و اگه آدم نتونه اینا رو منتقل بکنه برمیگرد دوباره به همون قضیه که آدم رو حدس بزنه. من همیشه ما پسرا میگیم آقا دختر مثلا ناراحت، من مثلا میشه یادم یه داستانی که همیشه یادم میاد اینه که دوست و خبیر داشتیم از مهمونی برمیگشت، بعد کل راه تو تاکسی از پنجره فقط داشت بیرون نگاه میکرد، منم هی تو مغزم داشتم حدس که امروز چه گوهی خوردم و میگه خب بگو، خب بگو مثلا چی ناراحتت کرده که من حلش کنم، میدونی؟ و از اون وانم پسرام نه بترسن که بگن آقا من مثلا از این ناراحتم یا فلان، بیاد امروز صحبت کنیم. این یه منتالیته خیلی غلطی میگم هستش بین مرد که انگار از مردونگی تا هر کس و شریک هستش کم میشه که تو بیای بگی آقا من احساس ناراحتی میکنم، احساس مثلا یه ذره سختی دارم میکنم در مورد فلان موضوع فلان مسئله، یه ذره میتونیم در موردش صحبت کنیم که یه ذره اطمینان خاطر بیشتری داشته باشم، احساس بهتری بکنم، احساس اصلا به تو ربط نداره، چون خودم اصلا احساس افسردم سر این موضوع خانوادگی، سر موضوع مالی، و میخوام اینو بتونم به تو منتقل کنم بدون اینکه احساس کنم که تو ممکنه از این موضوع مثلا سوء استفاده بخوای بکنی، استفاده کنی برای هم، چون این ترس همیشه برمیگرده به اون غرور آدم‌ها، چه مرد چه زن فرقی نداره، و آدم نبود این ترس داشته باشه تو رابطه. و بیای از ضعفات بگی. ولی خیلی جالبه دیگه، از این طرف هم میدونی آدم نگاه میکنه خب رابطه هایی که ولی طولانی مدت کار میکنن، من این بر اساس هیچ آماری نمیگم، تو کونم دارم میگم، از این طرف ما داریم همه این حرفای خیلی انتلیکچوال و این چیزای درز آدم حسابی داریم میزنیم، ولی از اون ور نگاه میکنم تو دنیای واقعی خیلی وقتا دوستاییم که تو رابطه مثلا طولانی تر موفق بودن، احساس میکنم که رول پارتنرها خیلی تعریف شده است،
یعنی جای خاکستری اونقدر نداره رابطه، یعنی این مرد اینه، زن اینه. حالا به این معنی است که یکیشون پول در میاره، اون یکی در نمیاره، یا اون کار میکنه اون بچه داره. منظور که این خیلی با هم انگار به یه حالت نمودار ونتوری یه تعادلی دارن که آقا این من اینجام، تو اینجای، این چیزای مشترکمونه. و میگم من خیلی وقت مثلا من رابطه‌ای دیدم که اینجوری هم که مثلا من اصلا شو اصلا جای من حقی ندارم که اصلا قضاوت کنم یا نظری بدم، ولی نگاه میکنم میگم که خب مثلا این مرده خیلی برخوردش بده با این زنه و چجوری باهاش میمونه این همه مدت. ولی مثلا هر وقت هم مثلا با زنم حرف میزنم میگم که نه آخری هم شوهرشو انقدر دوست داره و انقدر پایه رابطه هستش و اینا که یه اوه شیت یه چیزی هستش که من درک نمیکنم. اینا مثلا دوست دارن این رولایی که توش هستن، حالا به هر دلیل، حالا شاید ناسالمم باشه نمیدونم، ولی قبول کردن که آقا من رولم اینه تو این رابطه، منم اینه. ولی از اون ور میگم من خودم آدمی که خاکستری زیادی دارم، آدمی که همش دنبال تجربه های جدیدم و احساس کنم اگه بخوام یه پارتنر تو نمادا داشته باشم، دوست دارم مثل خودم با من این سفرها و این بالا پایینای که من طی میکنم با هم بتونه بیاد، یعنی منم بتونم با اون بیام، پا به پای هم دیگه بتونیم بریم جلو، با هم رشد کنیم و بزرگ بشیم آخرش. ولی فکر میکنم بیشتر وقتا آدم فقط میخواد تنها باشه و دیگه میگم پیرترم که میشی سلو داون میکنی، فقط دوست داری که یه بدن گرمی بغلت باشه که اون اصلا تنهایی رو نکنه. چی گفتی؟ میگم گربه پیشی داشتن. آره آره، بعضی گربه و سگ میگیرن. آره بعضی میره توی رابطه با یه آدمی که اصلا هیچ وقت خوابش هم نمیدیدم باهاش باشن. آره من بعضی موقع به پارتنرام که فکر کنم و شباهت ها چون اینجوری هم که خب یه اشکالی شب من این وسط دارم که چجوری میتونم دوتا قطب مخالف رو انتخاب کنم و باشون تو رابطه باشم. چه میدونم، من که آدم اشتباهیم برای پرسیدن چیزای رابطه کلا، نمیدونم از چجوری به اینجا کشیده شد. ولی برگردیم سر بحث مهاجرت. آره مقابل مهاجرت بشه، ولی چون به نظر میاد چند تا کمایی که پرکتیکال اگه بتونیم بکنیم، حالا میدونیم ما به سختی ها و سری مشکلات اشاره کردیم، یا حالا بذار به خوبی ها و اینکه اگه بچه الان داره تو ایران اینو گوش میکنه، دانشجوه و پول نداره، خانواده سختی داره، ولی میخواد یه جوری بزنه بیرون که به یه آزادی و یه رفاهی برسه، یعنی اون باید چه قدمایی برداره؟ بهترین آپشن ها براش چی هست؟ اون مهاجرت تحصیلی ایتالیا و روسیه استانی میده و سر همین خیلی ها بچه ها دوستای من خودشون رفتن ایتالیا. دفعه کنم مثلا یه شهریه پایینی، خب به هر حال مجانی نمیتونه باشه و هزینه های استا بدن پروازشون رو بدن، اما جزو کمترین هزینه های کشورهایی که کمترین هزینه رو لازمه براش بکنن. زبان ایتالیایی هم نمیخواد، خوبیش اینه چون مثلا دوباره هم آلمان هم فرانسه دانشگاه ارزون تقریبا مجانی داره، اما مثلا فرانسه اکثرا فکر میکنم فرانسوی بخواد، آلمان هم بعضیش فرانسوی میخواد بعضیش نمیخواد، اما آلمان هم دوباره یه گزینه مناسبه. جاهای ارزون اینجوریه، اگه میتونن فان بگیرن، درسشون خوبه، هم هلند میتونن بیان، لوکسانبورگ ها یه کشور خوبه دیگه، ای که اصلا خودم هم پاشدم رفتم لوکسانبورگ و جای دیگه نرفتم، ولی من میخواستم تو اروپا باشم و حتما میخواستم فوق معماری باشه. اما لوکسانبورگ مثلا شهریش خیلی پایینه و یه سری رشته ها ترمی 200 یورو، یعنی هم قیمت تقریبا ایتالیایی، اما هزینه خودشون رو دارن. مفته ترمی 200 یورو اصلا تو آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست، انقدر گرونتر پشما. من تو کانادا سالی 10,000 تا میدادم، تازه من دانشجو اینترنشنال نبودم وقتی که لیسانسم رو خوندم. آره لوکسانبورگ خیلی خوبه، 5 سالم ویزا پاسپورتشون رو میگیرن دیگه. از کشورها فاند خوب، خب کانادا و آمریکا هم هستش دیگه. اما آمریکا رو بذار یه نکته دیگه هم بگم که خیلی ها نمیدونن، بچه‌هایی که برای فوق میرن آمریکا کار هم پیدا کنن،
مشغول کار هم باشن اسمشون توی لاتاری در نیاد، یا باید برم پی‌اچ‌دی بخونن یا باید از کشور خارجن. به این کسی اینو خیلی ها نمیدونن وقتی که میرن کانادا. من یکی از دوستای همینجام توی شرکت آمریکایی کار داشته، 5 سال زندگی میکنه، میگن که اسمش لاتاری در نمیادش، میادش هلند، شرکت میارش توی این شعبه هلندش. اینو خوبه نظرم بچه های ایران بدونن. این برای آمریکا یا برای کانادا بود این قضیه؟ برای آمریکا. آره، چون خیلی بچه‌ها هستن که با من تماس میگیرن که من تو رو خدا کمک کنم مهاجرت کنیم به هر قیمتی شده و فلان و این چیزا. ولی سخته دیگه، یعنی آدم، یعنی بعضی هستن که حاضرن غیر قانونی هم پول بدن و برن و اینا، ولی نمیدونم، یعنی اون براشون نمیدونم سخته دیگه. یعنی اگه میتونن پای خودشون وایسن و جمع کنن و آدمای زرنگی هستن، حتی مثلا آدمای زرنگی باید باش دیگه، اگه تو بخوای زمینی پاشی بیای. نه، من کار قبلیم، حالا این کار نصفه که الان دیگه کار نمیکنم، با آدمهای رفیجی پناهنده بود و بیشتر حالا پناهنده های زیر 18 سال، مثلا توی کمپ سایت هایی که میرفتیم بالا 18 سال هم بودن. واقعا شرایط سخته، شرایط نه تنها سخته بلکه زمانی، خیلی زمان میبره برای اینکه اینها بتونن یه موقعیت درست توی جامعه پیدا کنن، چون مثلا هلند پناهنده ها اجازه کار ندارن و خیلی ها خب کار غیرقانونی انجام میدن. این پروسه رو دولت هلند میخواد بیشتر طول بده که پناهنده کمتری وارد بشن، چون الان اسمش خیلی خوب در رفته، خیلی پناهنده نمیرن آلمان، دوستانم میشن بیان هلند. این من میگم این سیاست ها انقدر درگیرش میشن و حالا اون موقعیتی هم که توش دارن، مثلا هفتگی اینجا فکر کنم 15 یورو بهشون میشن، 15 یورو بهشون میدن وقتی که قضا رو کم سایتشون هست. هیچ، یعنی فکر کنم 3 سال عمرشون تقریبا میره. واقعا ارزشش رو داره اگه جونشون خطر نباشه از این مسیر بیان، که شاید بهتره اپلای کنن بورسیه استانی مثلا ایتالیا رو بگیرن، یا بتونن پول جمع کنن همین لوکسامبورگ برن. حالا ایتالیا میگن بازار کارش بده، نخواستن بعدش برن آلمان کار پیدا کنن. خیلی از دوستای من الان رفتن آلمان مثلا بعد ایتالیاشون. به نظر من به همون باشه مسیر آخری که واقعا جونشون در خطره و باید خارج شن. اینم از رادیو کوچ و نازنین. آره واقعا به نظرم خیلی 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 جالب بود حرفایی که گفتی امروز. من خیلی خوشحال شدم که باهات حرف زدم و دوست دارم که میتونیم از بچه ها بپرسیم که تو دیتیل بیشتر اگه خواستیم بریم توضیح بدیم، چون تو سایت خودم خیلی کمک میده. اینستاگرامش هست رادیو کوچ نازنین، اونجا نمیدونم فرم پر کردن چجوریه، کارهای خیلی ساده که توریستی که میشه انجام داد و نمیدونم از چیزای بامزهی توی خود شهر رو خیلی توضیح میدی، خیلی هم کمک میکنه دیگه. فکرم برای آدمایی که میخوان این قدم رو بردارن حتما برن سر بزنن و ببینن صفحه نازنین رو. تو چیزی دیگه هستش بخوای اضافه کنی قبل از اینکه بریم؟ نه، امیدوارم که یکمی حرفا بهشون کمک کنه. من فقط دوستام چیزی که کمک میکنه قبل مهاجرت به نظر من یاد بگیرن که هم خیلی انعطاف پذیر باشن و ایده های جدید رو گوش بدن قبل از اینکه بخوان جواب بدن یا جبهه بگیرن در مقابلش. برای خود من این تغییری که میگم توی همه دنیای نازنینی که تشکیلات خیلی زمان برد، خود من جبهه میگرفتم تو خانواده، یه طرف خیلی مذهبی، یه طرف غیر مذهبی بزرگ شدم، برای همین خیلی کانتراست زیاد بودش و نهایتاً با زمان و دیدن، شنیدن، گوش دادن تونستم به نقطه‌ای که خودم به عنوان یه شخص راضیم از خودم شخصیتی برسم. برای همین به نظرم باز باشن نسبت به پذیرش. نمیگم نازنین، خیلی حال دادی که اومدی امروز.
امیدوارم که با هم دور حرف بزنیم و مرسی. بیام آره انشالله امستردام منم خیلی ببینمت. خوشحال شدم. آره حتما اومدی، انشالله کنسرت بعدی ببینمت. قربونت برم. چاکس. قربونه، خدافظ.